چرا صوفیان و عارفان مثل شیعیان و فرقه های متعددشون به باطنگرایی روی آوردند؟ برای که وقتی که به کلماتی که اینها از دهنشون بیرون می آمد، از کفر و الحاد، وقتی که این کلماتو همچنان که از فرقه های متعدد باطنی مسلمانان تکفیر می کردن و آنها را هم متهم به الحاد و زندقه می کردن، اینا ناچار می شدند که برای فریب، برای گریز از این سلاح قوی که در دست مسلمانان هست، به بازی ظاهر و باطن و به مسلخ تأویل رو بیارن. و در کتب صوفیان مثال های متعددی در این مورد هست که به چگونه علمای راستین اسلام اونها رو متهم به زندقه و کفر میکردن. با عنوان مثال طوسی بسیاری از صوفیان رو ذکر میکنه، میگه که ابو عبدالله حسین بن مکی صبیحی راجب اسماء و صفات و علم حروف حرف زد، ابو عبدالله زبیری تکفیرش کرد و عموم مردم برای شورون، سهل بن عبدالله گفت که ما بر مردم کیسه علمی از هلتلیت هلتلیت چی هست خدا دونه باز کردیم، اینا صبر نکردند بر ما و این خودش سبب خروجش از بصره شد. و ایشون میگه، توصیه میگه که وقتی از عرفان حرف میزد مردم رو حیران میکرد. کتاب علمای توصیه صفحه 500. و شبیه اینو ابو سعید احمد بن عیسی خراس نقل میکنه که گروهی از علما منکر اقوال شدن، الفاظی که استعمال میکرد از این الفاظ کفرآمید میدونستن. اون الفاظ در کتابی به نام کتاب سر، کتاب راز، میگه که معنیشو نمیدونستن و این چون قائل به وحدت وجود بود و اینها همیشه دیگران رو متهم به چون حرفاشون رو به اون معنی که اونها میخوان نفهمند، میگن حرفای ما رو نفهمیدن. میگه که سبب تکفیر علما بهشون اینه که چون اینها معانی که اینها صوفیان بهش اشاره میکنن، این معانی غامزه، این معانی رو نمیدونن ولی زا اونها رو تکفیر میکنن.